خانم آقایان، بهرام افشاری مهمان خندمان است. ما خیلی خوبه. خیلی. ما خیلی عالی هستیم. خیلی. بفهم. متشکرم. و رفیق آتش برای هممون اینجا است جناب خان. ماشاءالله. رام بود. ای آقای افشاری دیگه با خدا ماشاءالله داره. واقعا ماشاءالله. داره. ماشاءالله. آقای افشاری ما مخلصتیم. خوبی آقا؟ چاکریم. قربون شما. عدم رنجه فرمودین. من به عشق جان اول شما بعد رام بود دیدی بعد یارو تو بعد میگه چه حرفی زدم مون و علی آقا سهل علی آقا ولی خیلی دلم برای تنشه نوکرتون به خدا جاد خالی بود خوشحالم که هستی نمکدونی چی؟ نمکدونی میگم نمکدون عشق من بعد از این نمکدون بلنده هست تو رستوران ها میدن بالاش فشار میدی نمک میریزه آره دقیقا جان من ساکت خیلیم هه هه نگفتم نه قشنگ ترسیدم که اینو بگه همون اولش گفت رامبو جان جان آقای افشاری شما دیگه واقعا درخت نارگیلی حق با او دوستمون بوده واقعا افشاری ولا افشاری یلا افشاری ولا افشاری افشاری نارگیله به زودی واقعا حداقل 3-4 تا نارگیل میدیم و مطمئنم دیدی بالاخره خندیدی دیدی رامبو جان جانم یه شوخی دست اولم همین الان به ذهنم رسیده بکنم بفرمی آقای افشاری شما اون بالایی هوا چطوره گفتم اینو میگم آره قشنگ بود رامبو داشت میگفتش که این شوخی رو 100 بار میشنوه آره اینو خواستی خودشینی کن جوری اهلام رامو احلام خالی گفت؟ نه خانومشو خیلی آروم آه یواشکی گفت بله گفت البته احلام خانوم رامو خالی هم میگفت شما گفتی احلام خانوم بله بله گفتم خانوم نه خالی هم میگفت من کاری نمیتونستم بکنم ما اصلا غلط میکنم کار بکنم چه کاری دورجون میاد برام میگفت قرار شد 6 تا شماره از دوستانی که اینجان بکشیم و اونها 3 تاشون مهمون من 3 تاشون مهمون خود بهرام برن نمایششو ببینن بکش بکش شماره های بکش یه دونه شما بکشیم ای خدا شماره ای خدا 81 ایشون مهمون من 51 خوش اومده این مهمون شما شده بله 76 خوش اومده 77 مهمون من با هم فامیلی پدر و دختری باشه نه داشتم فکر میکردم که نه درسته داشتم فکر میکردم خب شما که باشین یکی دیگه هم بکشم بس یکی دیگه هم بکشم شما که هستی 43 مهمون من 21 بزیگرم دنه باشه حالا من شما 3 تا من 4 تا 82 خوش اومدی یکی دیگه هم بگیم باشه 30 شماره 30 1 2 3 4 تا کشیدم 6 تا دیگه هم میکشم 10 نفر میمون من باشه ده نفر مهمان من 18 چه عالی 78 54 به 66 عالی 55 به 27 و تمام 27 خیلی هم خوب رامبورد بله 47 نفر هم مهمون مو بکش مفته دیگه بکش همه با هم بریم تئاتر ببینیم کی بکی جان نه مفریز باید پولشو بدیم برام جان حرف بدی زدم غلط کردم نه حرف بدی غلط کردم نه آخه
جان جان چی 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 هیچی نه خواستم بگم خودتم اگر دوست داری وقت کردی بیا بابا خدا با سر میام اونو که بریم ببینیم بچه پاری سن ژرمن اینا رو برد بیا برام با خدا کپ زلاتان ابراهیموویچی آره قبول داری؟ آره آره گفتم ما یه برگردون زده بودی دیدم آره. اونه آره آره؟ آره نه ایدیم اگه نه نه کاش الان ببینیم جان بود بله عزیزم ویدیوی برگردونه آماده کردیم ای چه عالی تو این کار کردی؟ بله تو اینجای اونجا بعد آماده کنم رامبو جان اونجا هم کامل دست منه دیگه تو اینجای مهمونی هستی یه روز میای و میری و تمام ترکیب چیدم واقعا داری میگی آره بچه ها پخش کنین سهی میگه واقعا برام به بافم صورت میگه واو یا خدا یا خدا بزنه توپه یا خدا باریک الله رامبو چه میکنی؟ فیلم بعدش رو نداریم. چیه؟ چون فیلم بعدش با خاک انداز دارن جمع میکنن. میزن سرداشت. دوست داری با کی بازی کنی؟ با مو. جان ما بگو تو رو خدا. بعد از جناب خان دوست داری بعد از جناب خان الان من دوست دارم با آقای پرویز پرستویه. او چه عالی. بله خیلی دوست دارم. و و شدیم سه نفر تا الان منو برام و پرویز دیگه کی دوستان یه فیلم با تو برای تو با کمال میل منو برام با کمال میل اینم از این خرابش کرد تیم خراب کرد عزیزم یه لحظه صبر کن ترکیب طلایی چیده بودیم نه عزیزم خرابش یه لحظه صبر کن معذرت میخوام یه لحظه صبر کن این ترکیبی که شما داشتین ازش حرف میزدین ترکیب بازیگری بود ولی راجع به من گفت دوست دارم یک فیلمی برای من بازی بکنی یعنی من بسازم ایشون بازی بکنه باشه اینا باشه. اینا مهم نیست ترکیب خراب کرد هر چی هست ای بابا خب آره و استاد نصیریان البته افتخاریم داشتم یه نقش کوتاهی تو ایران برگر در کنار ایشون بودم ولی خیلی ایشون رو دوست دارم فوق العاده ایشون از لحاظ عالی و دوست داشتنی زندگی هم اگر اولویت قرار بدیم خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت همینجوری و ان شاءالله که سایه‌اش همیشه بالا سر ما باشه واقعا تنشون سلام باشه باشه ان شاءالله یه قولی میشه به ما بدی جلوی جمع بله نه اول یک خواهش ازت بکنم بعد یه قول بده خواهشم اینه که به این فکر بکن که بیا اینجا یه بار استنداپ کنی بهش فکر میکنم چش خب چشم مورد دوم این که قول بده که یه بار با یک نفری که خودت تشخیص میدی کی از بچه تئاتر بیای منم یه یار میکشم با هم پانتومیم بزنیم مسابقه پانتومیم آره یه شب قشنگ پانتومیم چهار نفر باش ایوال حله احبی الان رو تبونی رامو یه لحظه بیا ببخشم مذارت خواهیم ببخشید آوز خواهیم راجب اون قصد چیزی نگی نه 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 جانم رامو این چهار تا از این قربونت بذار جیب این بچه بگو بعدن بخوره سر فرصت بیا چرا؟ این چی آره برو آره بریز جیبش بگو بعدن بخوره برو برو آره چیو؟ این چی؟ چشم چهار تا دونه پسته هست آره چشم دار بگو بعدن آره هر وقت عوض کرد بخوره آره گفتن اینو بدم به شما بعدن میل کنید خیلی ممنون پسته میذارم چی بهم بفهم آره بذار بعدن هر وقت عوض کردی اسکم سن حالت خوب نیست اینا رو در بیار بخور خیلی آره. ممنونم سلامت چرا همچین فکری کردی هیچی هیچی هیچ همین جو دوستش دارم قربونت برم سلامت نوش هیچ نکته نداره توش نوش جونت بشه نه 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 اونا درستن بازو بینم اونا درستن سوالم اینه که تو مثلا قبلا باهاش راجع به پسته ای ماجرایی تو پسته قضیه چیزی وجود داره نه والا بابا چهار تا دونه پسته دادم به رفیقم چه ماجرا چرا بعد یهو این کارو بکنه چرا دوستش این کارو نکرده بابا ول کن دوستش دارم ول کن لهجه مازنی چه جوری یاد گرفتی لهجه مازنه شبکه تبرستانو میدیدم یه ذره اونجا اصلا مازنی صحبت میکنی یه ذره با آهنگ و اینا بعد خود پایتخت رو بیشتر میدیدم یعنی سریای قبلشو مخصوصا چون اینجا نقشم بیشتر بود خیلی برام مهم بود بعد من سعی کردم از نوت و لحن آقای تنابنده وام بگیرم چون لحجه آقای مهرانفر فرق میکنه یه ذره با خود آقای تنابنده من رفتم به سمت حلال زاده به دایش میره رفتم آره رفتم گفتم آقا من اینجوری باید صحبت بکنم اگر بشه اینجوری میشه دیگه دیگه چی بود؟
حالا میگه خیلی هم میخندید این سر صحنه؟ نه خیلی نه، چون خیلی سخته، یعنی پایتخت خودت دیگه استادی، یعنی پشت صحنه این برنامه خندمانه میبینی چقدر استرس، چقدر برو بیا فلان که اون لحظه شارت به هایپ رو بتونه انتقال بده. این ورم اینجوری بود، همش درگیر کار و خب اون اتفاقی هم که در پایتخت افتاد، اول اون اتفاقی برای بدلکارمون افتاد، آرزو سلامتی براش هم خدا رو شکر مسی که تنش سالمه. اون اتفاق دقیقاً روز تولد منم رخ داد. ای بابا. آره. و خیلی سخت بود. اولش مخصوصاً گفتم شرک دفاع مقدس و دیگه اون چیزی بود که در اومد بیرون و مردم دوست داشتن خدا رو شکر. رامون. بله. یه لحظه بیا ببخش. اوه معذرت میخوام. معذرت. رامون. اوکی. یه هفتش داد دونه این هم بده بذار اوجی بشه، یه موقع عوض کرد. آره اینم همونه که آره آره بگو جیب اوالیش بده یه موقع مثلا حالش چیز بود. من میتونم قبول نکنم؟ نه نه بده رو کرتون نوش اجانه داشت. یه لسب کن الان این همینقدر دادی. آره آره تو اون جیبش دیگه دوباره چه بذار حالا تو اوجیبش باش این جوونه. آره ببخشید دست شما درد سلامن. پس پولش رو میدادین برام جان قربونت برم. هر وقت ذهنت خواست بره سمت او زهرماری دست کن تو جیبت به جاش پسته بخور. گفتم یه برنامه داری. آفره یه موقع شب تو خونه بودی خلوت بودی مثلا گفتی یه چیزی مثلا بار بذارم یه چیزی آپلود کنم اینا به جاش پسته بخور قربونت برم ایشالای زهر از بدن این فقط کار یه دقیقه رو میکنم. نه نه ما اینجا یه بحث بیشتر دارم اینا دست دارم این گذاشتم آخر شب ببر بیا قربونت برم. قربونت دست سلامت برم. مرسی که به فکرم دوره این چیزام نگرد که میام برات. چشم سلامت باشی دمت کرم. رامبد بله نمیذاره ببخش بفرمایید. رامبد تو دیوونه شهر بهرام همدان واقعا قبول دارین الان اینجا بلند شیم یه دست برای همدانی ها. بله افتخار افتخارشون یعنی رامبد بفرمایید. مویرگی مویرگی تو تک تک خیابونای همدان معاشنا دارم. بچهای محله خزریان میشناسه بهرام. بله بچهای دیزج بله دیونه کن تمام راننده تاکسی های خیابون کرمانشاه رفیقامن یه دست برای راننده تاکسی های خیابون کرمانشاه. ببین لحشمو بلده. آره من لحشمونو خیلی دوست دارم. خیلی قشنگ خیلی بامزه است. مجازه دارم از ته دل یک آهنگی رو به بهرام افشاری تقدیم بله. کنم. بله دست آماده است. بله بهرام جون نوکرتون کوکا عطای دل برای تو. قربونت برم مرسی. آفرین ممنون. وای بده برام بلنده یک کنه و دو چنده دستا بالا بیا و روش یالله. وای بده برام بلنده یک کنه و دو چنده زیر به اون مای کشته و هنو تو سنه رشته لحجه های اینه بله بله میگم هر کاتش موزون بیو این وسط یه خودشونه ها تبلرزون گاری یه لبوی مو بره یه تار مفدا حالا دستا بالا بابا مو بگو تو ای خدا قد برون بلنده یک و نوند و چند جوا قد برون بلنده یک و نوند و چند یک و نوند و چنده احبا خیلی تقدیم با ایک قربونت برم خیلی ممنونم جا شاکرتون. ما لبخند تو این فصل از کسی نگرفتیم برم. تو لبخند میزنی؟ من آره چه ایول بریم 10 ثانیه برای چشمانی لبخند بزنی به تماشاچی در منزل آماده؟ بله بریم برای چشمانی 1 2 3 ده 9 8 6 5 4 3 2 1
دمت گرم. قربون شما. آقای شاه حسینی هدایا جان بود. قبل هدایای شما ما میشه هدیه بره برام خیلی بله. میشه محمد بیام اونجا. آره آره برام جان جونم قربون یه هدیه کوچولو برات خریدم میشه بیای از متعویلش بگیر بعد قربونت برام برام متشکرم برام جونم ما از این هدیه زیاد خاطره دارم برای من راحتی زیادی داشته راست میگی خیلی من... عشق کردم باهاش از ته قلب دوست دارم بدمش بهت امیدوارم که برای تو هم اومد داشته باشه فدای تو بشم یه بوس بده بینم قربونت سلام جون فدای تو بشم قربونت برام نگه میدارم به عنوان یکی از با ارزش ترین هدیه‌های زندگیم انشالله انشالله که برات اومد میخوای بازش کو ببینش انشالله که بپسندی انشالله که همون جوری که برای ما خوب بوده برای تو هم خوب باشه انشالله انشالله خیلی ما انشالله ایشالله که رو تنت بشینه ایشالله ببین بعد برنامه دم در من یک کاری باید سلامت باش خواهش جانم پشت رو بگیر پرویش هم بکن شاید ایشالله که اون رو تنم خوب نشسته ایشالله یه لحظه بلند شو وای صاحب این اندازت میشه من اینو میبرم بله بله مال شماست مال بچمه چه ولی باله آره عزیزم هدایام رو تقدیمت بکنم متشکرم خاطرات حسن علی خان مصطفی از ابوالفضل زرویی نصرآباد تقدیم به تو متشکرم کتاب میخونی؟ من به خاطر که یکم این شرایط فیلم برداری و تئاتر دارم ولی آخرین کتابی که خوندم یک رمان سه رفیق مال ماکسیم گورکی خوب بود؟ من توصیه میکنی که بگیریم بخونیم نمیدونم میشه بخونی نمیشه بخونی چرا؟ نمیدونم بخونید حرف زشتی توش داره؟ بدآموزی داره؟ به خودم رب داره نه نه جان نه جان تو توش چیز بدی هست؟ نه 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 اگه هست که حتما بخونیم اگه چیز بدی توش داره بخونیم خدایا این صرف تقدیمتون مخلصم و این لوحمون که خیلی برامون ارزش داره خیلی برای منم ارزش داره مخلصم یه جایی بذار آه چکلی همه جا دنباله این بودم بدش ما خیلی ممنون خیلی مخلصم مسابقه پانتومیمو به زودی همه هنگ کنیم که بیایی راجع به استنداپ هم فکر کن چشم مخلص خیلی مچن خیلی مچن جان خداحافظ 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 خدافظ برام جان خدافظ مطمئن بودم این کارو میکنی قشنگ خدافظی کردم باهاش خیلی تا زانوش بیشتر نرسید خدافظی شکل کماندار نوجوان شدی رابر استرانگ یادت میاد آره چون میدونم خیلی تسلط داری رو کارتون ها و اینا نه کارتون ها مثل فوتبالیستا آره. فوتبالیستا رو نگاه نمیکردم چیه نگاه میکردی باید. خیلی دو تا شو بگو ممنون خیلی کار کن آقا جان واقعا دمت گرم یه بوس بده می‌خوایم خدافظی کنیم دوباره اومد اینجا جان اون بود قشنگ تا زان قشنگ تا زانوش بودی ها آره دیدی جان خود ماشاءالله داره قشنگ واقعا ماشاءالله داره بریم بیا کجا می‌خوایم بریم برگردیم کمدین بریم چی داریم کمدین باشه باشه بریم کجا رو نکته نه می‌پرسم کجا بریم عزیزم یعنی خب یعنی برنامه قطع میشه از استودیو میره بیرون خب و یه دونه ویدیو میبینیم مگه بعد... تا الان تو استودیو بودیم اینجا استودیوست دیگه استودیوی چیه استودی خندوانه موکیام اینجا کجاست چته چه دیوونه شدی این بچه چرا عطر میشه منچستران بود چی جریان چی هستن رامبود این آقای هست میشه نشسته ایشون یا ایشون نه اووری خب این دوستمونه
آره آورده بودمش. آره خیلی مخلصم. چی اسمتون؟ 5 سانت بالای بهرامه. نه بابا به جان تو میگه دقیقه وایس جان تو. 2-3 آره شو. یا خدا بشی راست میگه تا قوزک پاش بودی. چی؟ خب چی بگو دیگه؟ هیچی عزیزم، میخوام یه چیزی بگم بعد بریم. بفرمایید. لطفاً. خب چرا اولش میگی اه؟ خب برو حرفتو بزن. اه اه. شما خندوانه رو چهارشنبه ها، پنجشنبه ها و جمعه ها داریم و توی نسیم. جج زدن پشتت. نه چته عزیزه؟ نه میگم کج زدن پشت موهات. کج زدن؟ نه خندوانه رو چهارشنبه پنجشنبه جمعه دارین و شما میتونید که اپلیکیشن روبیکا رو از طریق 780 تهیه بکنی. یعنی بزن ستاره 780 گردن جوش زده؟ نه و بزنید گزینه یک رو انتخاب بکنید. رامبوت خال داری ایور؟ ایورت خال داری یا جوشه؟ عزیزم حتما خال دارم. خال همه خال دارن. تو خال نداری؟ تو یعنی رامبوت خال داری؟ نه میشین فرشته جونده خال دار. این ادامه فامیلیت یعنی؟ من فرشته بال دارم. تو سکو تو ایجاد خال نداری؟ نشون بدم؟ آره الان یه لحظه همه او برو نگاه کنم. نه خیر سکو بچی هیچی نشون ندو. یعنی تو سر و صورتت خال نداری؟ نه تو سر و صورت مگه خال میزنه؟ آره دیگه همه خال داریم دیگه. ایشون اینجا خال داره. نه رامو تو این ورت خال داری او ورت جوش. ها؟ میشه خال جوش. بریم بریم بیاییم. کجا بریم؟ همی که بریم آماده اونم کردی. 1 2 3 بریم بیا.